بسیار خرسند هستیم که امشب این بزرگوار همراه خود داریم. ما کدیالی هم است کمک میخواییم به خداوند تعالی تا که دنیا آباد است در آباد داشته باشه. خب باید یک کار کنین که در اسلام وقتی تعهد کردی وعده دادی به هر قیمتی باید با وعده خود استاد شوی. در این رفتن رفتن شما کدام طرف نرفتین؟ چطور که در قلب همه جای پیدا کردین؟ یک سوال است که من مطمئن هستم هر افغان از شما داره. سلام هموطنای عزیز، آرزو دارم هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و ایام ماه مبارک رمضان تا این لحظات به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. خوشحال هستم کازم که بازم فیصل عاصم در خدمت شما در برنامه شبهای کابل. و امشب ما یکی از بزرگ مردای افغانستان، یکی از کسایی که قلبا همه دوستش دارن و همیشه در خدمت مردم بوده، به خاطر مردم بوده، در هر سختی ها، در هر مشکلات، هر جای به کمک مردم رسیده و در هر شرایط با مردم بوده. امشب خوشبختانه با خواسته ما لبیک گفتن و مهمان برنامه شبهای کابل شدن و بسیار خرسند هستیم که امشب این بزرگوار همراه خود داریم و میخواهیم که در نخست چند کلام از خودشان هم بشنویم و صحبت ها را ادامه بتیم بخیر. و یک چیز فراموش نشد دوستا که این بزرگوار بشردوست صاحب عزیز ما امشب خواستیم که دمیسای پلسرخ چند قدم همراه ما داشته باشن و صحبت هم با دوستان با هموطنان داشته باشن دمی بیرون برنامه را ثبت کنیم. سلام بشردوست صاحب، امید یک روز کاری را به خوبی سپری کرده باشید. افتخار ماستین، افتخار بخشیدین به نام حق و به یاد فقرا. سلام گرم ما به تمام هموطنان عزیز ما که در این ماه مبارک رمضان با مشکلات بزرگ اقتصادی اکثرشان دست و پنجه نرم میکنند، سر دسترخانشان چیزی نیست. امنیت خوشبختانه خوب شده بود به جز حادثه دیشب و جنایت دیشب که صورت گرفت، تعداد هموطنان ما در لیسه عبدالرحیم شهید شهید شدند و در یک مرکز آموزشی. امیدوار هستم که هم برکت در افغانستان بیاید برای اولین بار در تاریخ 5000 سالیشی و هم امنیت کامل در افغانستان بیاید، هم امنیتی جسمی، هم روحی، هم فکری از هر طریق. شما در خواستین که ما با شما باشیم، وقت ناوقت شب هم است، همه مردم کسایی که دار چیزی برای خوردن داشتن ما میدیدیم طرف خانه خودشان میدویدن که هر چیز زودتر بروند تا روزه را افطاری کنند و در عین زمان کسایی میدیدم که با هزاران چرت نشسته بودند، مثل که کشتیشان در حال غرق شدن است، که اینا هیچ امید نداشتند و هیچ علاقه هم طرف خانه نداشتند که بروند، چون به نظر من وقتی داخل می شدن اولین نگاهی زن و بچهش طرف دستش می بود که آیا چیزی آورده با خود. یعنی مثلا این شما می بینید یکی از نسل های اسفندی ما یا بعضی کسا کراچی یک تیره دارن، متاسفانه دیگه بعضی دسترخان 20 متر پهن می کنن، بعضی متاسفانه هیچ دسترخان ندارن. بشردوست صاحب، حرفا خیلی زیاد است، ما می خواهیم قدمون بزنیم، حال احوال هموطنا رو هم داشته باشیم. بشردوست صاحب، چطور که در قلب همه جای پیدا کردین؟ یک سوال است که من مطمئن هستم هر افغان از شما داره، که شما و این یک چیز نیست که مثلا از یک چیز سرسرکی باشه و انسان این را درک نکنه، اما بیشتر هموطنهای ما مطمئن هستم که این حرف ما را میفهمند که ما چی میگم. میگوید که عزت و ذلت به دست خداوند است، وقتی خدا عزت داد و کسی مانی شده نمیتونه، کسی گرفته نمیتونه و تقریبا دوستی و محبت مردم اول تنها چیزی است که انسان به زور در قلبش داخل کرده نمیتونه. مثلا میشه که شما $1 میلیارد به یک نفر بدهین، به زبان چاپلوسی کنه، بسیار چاپلوسی کنه، اما در قلبش داخل نمیشه و کسی را با هزار زور و نیرنگ و پول و شکنجه از قلب کس بیرون کرده نمیتونه. ممکنه که در زمان مجبور کنید یک نفر که دشنام بده، حرفای بد در رابطه یک نفر بگوید، اما از قلبش بیرون کردن نمیتونین. و این محبتی که مردم دارد، فکر میکنم که محبت با یک راه است، با یک رویش است، با یک برخورد است، با یک اخلاق است، با یک دید ما از افغانستان است، از مردمش است. من همیشه به این باور بودم و هستم که مردم افغانستان بشردوست، شخصی رمضان بشردوست دوست ندارن. مردم افغانستان
وطن دوستی من دوست دارن، احساس خدمت به مردم دوست دارن، احساس مسئولیت دوست دارن. و اینکه وزیر بودیم، وکیل بودیم، ما مثل مردم، بین مردم، با مردم زندگی میکردیم، خود برتر از مردم نمیدانستیم. هیچ فرقی بین انسانها قائل نیستم. من از هر قاره و کشور و دین و آیین و مذهب و زبان و طریقه و طرز تفکر که باشد، فکر میکنم اینا در مجموع چیزی که مردم افغانستان آرمانش دارد، میخواهند که چنین شود و کشورشان آباد باشد، آرام باشد، آزاد باشد. و ما تلاش کردیم که تا جایی که توان ماست در این راه در عمل گام برداریم، نه در شعار. و مردم افغانستان فکر میکنم احساس کردن که اینمی آدم، اینمی یک نوع امو خواسته ها و آرمان های ما را یک فیصدش عینی کرده، یعنی جسم برش داده، از روح کشیده جسم داده. بنابراین این مردم قابل قدر است. به خاطر همین دوستی، محبت این مردم است که بعض وقت من از خود سوال میکنم که این مردم وقتی که خیانت نکرده باشی، حتی خدمت اگر نکرده باشیم، دوستت داره. چرا رهبرای کشور به این مردم خدمت نمیکنن؟ این مردم لیاقت اینو دارد که 24 ساعت ما کار کنیم برایشان، تمام دار و ندار خود قربانی کنیم. اما نخبگان سیاسی ما، متاسفانه مذهبی ما، اقتصادی ما، دینی ما، روشنفکری ما، در طول تاریخ هر کدام به نحو خود این مردم آزار دادن، اذیت کردن، جیبشان خالی کردن، به زور سرشان فشار آوردن. یعنی مشکلات است که متاسفانه در افغانستان ما شاهدش هستیم. درست است. بشردوست صاحب، شما وکیل بودین تقریبا نزدیک و چند سال؟ از 10 سال، 1384 تا 1400 وکیل بودیم. تقریبا چند سال میشه؟ 29 قوس 1384 شروع شد، در 24 اسد 2400 ختم شد. ما بیش از 14 سال اگه اشتباه نکنم 14 سال بله وکیل مردم بودیم. خب یک شوخی کنم، لنکروزرتون کجا است؟ لنکروزر ما در قلب مردم است، در دعای مردم است، در نگاه مردم است. وقتی از جای تیر میشیم متوجه میشن. بعض وقت میبینم که در اوج چورت و تشویش غرق است، اما متوجه من که میشود، تبسم دلبش جاری میشود، رویش روشن میشود. زمان سابق که بیرق افغانستان در استکرش در چیز ما بود، موتری ما را از دور تشخیص میدادن که میدیدن، بسیار خوشحال میشنن. ای هم لان کروزر است، هم کاخ است، هم قصر است. و تنها همی چیز ما با خود بردن میتونیم در دنیای دیگه، همی دعای مردم، ثواب مردم بردن میتونیم. خب میخواییم یک قسمت را با امی موتر بشردوست صاحب بریم. امی موترتان است بشردوست صاحب، درست؟ دوستا شما ببینین، ای لان کروزر بشردوست صاحب است. در قدر سالا که اینا وکیل پارلمان بودن، این موترشان است و همیشه تا نوختای شب ببینین. همین لحظه هم یکی از هموطنهای ما آمدن سراغشان و کدام مشکل دارن، از جمله نیازمندا هستن. یالی هم از تا کمک میخواییم به خداوند تعالی تا که دنیا آباد است، در آباد داشته باشه. خب باید یک کار کنین که خداوند نویسه بیخواییم. لطفا مزاحمت نکنین دوستا. از دوستای اماراتی ما خواهش میکنیم که بیاین خیلی بشر دوستا بریم، خیر ما برگشت میاییم پیشتان. دوستا شما هم برنامه را بیننده باشین، انشالله صحبتهای می داشته باشیم با بشر دوست صاحب. و امیدوار هستیم که این سختی ها، این مشکلاتی، تنگ دستی ها، این روزهای بد در وطن ما تمام شود و هر افغان ما هر کجایی که باشن با آرامی، با یک لخمنان علار، در آسوده، در کنار خانواده زندگی کنند. شما هم بیننده برنامه باشین. با بشردوست صاحب در موتر میریم تا یک قسمت را و همشهری های عزیز را میبینیم. خب دوستا، ما آمدیم داخل موتر و شما دیدین که هموطن های عزیز ما زیاد میخواستن همراه بشردوست صاحب صحبت کنند و نیازمندان بودن بیشترشان. بشردوست صاحب، در این رفتن شما کدام طرف نرفتین؟ من طرف نرفتم، در فکر من خطور نکرد. من خوب یادم است که در شنبه بعد از ظهر به من گفتن که از گلباغ
گفتن طالبا آمدن منطقه را گرفتن و جالب است در گلباغ بزرگترین لیوای کمادوی خاص بود. کسانی که از $100 تنها لباسشان تمام شده بود از پول بیت المال. و وحشتناکی است که به من گفتن که خودشان بیرون میشود سلاح خود به مولوی که او مولوی و طالب ممکنم نبوده باشه، اما کسی که در لباس طالب بود فقط در سرک نشسته بود چرا میداد سلاح خود برش میداد، میگفت مولوی صاحب ما تا یه تسلیمی ورکه یا پرزه ورکه. اینا نخبگان اردوی ما بود، کمادوی خاص بود که یک فیر طرف لیوان نشد، کلشان فرار کردن. اما شنبه بعد از ظهر متاسفانه بعد یک شنبه که آمدن ساعت 11 کابل گرفتن، بعضی دوستا بعضی اعضای فامیل هم سوال خلق شدن که بشردوست میمانی میری؟ من گفتم در ذهن من خطور نکرده که من افغانستان ترک کنم، خاک من است، کشوری من است، مردم من است و مرگ و زندگی بین مردم مزه داره. دوم، وجدان اجازه نمیده که من خود 14 سال نماینده مردم گفتم، 14 سال من چیغ زدم داد زدم که مردم بدون پول و پلاو به من رای دادن، کارت کمپین ما را خریدن، پوستر ما را خریدن. براستی کسایی بود خدا شده است برادرش کاندید بود به او رای نداده بود، به من رای داده بود. در یکی از خاطرهای جالب در کوچه سنگی کمپین میکردیم، چون من کمپین که میکردم بین مردم میرفتم در کوچه پس کوچه چرایی بازار کمپین میکردیم. یک 3-4 تا هموطن دوی ما تیر میشدن، دیدن که من هستم و اطراف مردم جمع است، آمدن در آغوش گرفتن. در فیسبوک ما منتشرم کردیم عکسایش و من گفتن بشردوست ما دوره قلب بدون که از خود سوال کنیم برای شما رای میدادیم، اما امسال یک مشکل ما داریم. من گفتم مشکل چی است؟ کمی ورختان شدم که خدا نخواسته ناامید نکرده باشم اینا کدام کاری بعدی از من ندیده باشن. گفت امسال به هندوها سیکا یک سهمیه داده شده در پال در ولیس جرگه و ما معمولا باید برای او رای بدهیم، اما گفت ما به کتاب مقدس خود سوگند یاد میکنیم که باز برای خودت رای میدیم، حتی به او هندوی خود ما رای نمیدیم. من گفتم این مردم که این محبت و این دوستی و از من هیچ کاره بودم، هیچ کس نبودم، اینا بشردوست ساخت که امروز مردم افغانستان منطقه حتی دنیا میشناسد. یکی از طرف دیگه فلسفه من این است که ما باید با مردم خود اولتر از همه در شرایط دشوار باشیم، در شرایط سخت باشیم، در شرایطی که کشتی در یک دریای متلاطم و طوفانی گیر مانده و هیچ معلوم نیست که به ساحل میرسه نمیرسه و هیچ معلوم نیست که در این کشتی چی رخ میدهد، ما در این شرایط باید با مردم باشیم. در وقتی که حلوا تقسیم میکنند، در وقتی که چوکی تقسیم میشه و پول و پلا و امثال هم، هر کسی هست، هر کسی سنگی مردم به سینه میزنه، سرگی قوم و دین و مذهب و تنظیم به سینه میزنه. و من ماندم گفتم که هر رنج و دردی که مردمی که افغانستان تحمل کنه من هیچ برتری از آنها ندارم. و دیگر یک شعار منم این است که میگوید که بعضی کسا گفتن بشردوست ما گفتن در مصاحبه و در خود که ما میرویم به خاطر که کشته نشویم، جان ما در خطر است. من گفتم که یک چیزی بسیار جالب است، میگه که اگر دل شیر نداری سفر عشق نکن. حال هم اگر واقعا کسی قوم خود دوست داره، تنظیم خود دوست داره، ملت و مردم خود دوست داره، واقعا باید حاضر باشه قربانی بدهد ولو جانش هم در این راه داده شود. ما وارثی بعضی مبارزین هم هستیم، مثلا یکی از مبارزین عبدالرحمن لودین بود. ما به عقیده و تفکرش بگذاریم جدا، اما به عشقش، به عشق به مردمش، به وطنش فکر میکنم. این به اعدام محکوم شد زمان نادرخان، دقیقا اگر یاد مانده باشد در اون زمان وقتی کسی اعدام میکرد در توپ بسته میکرد، تکت تکه میشد، فیر میشد، این تکت تکه میشد، این را بردن نزدیک توپ. وقتی که میخواستن این را دهن توپ بسته کنن، به اصطلاح مسئول برش گفت که آخرین خواست چیست، چون قانون میگفت که باید آخرین خواستی محکوم پرسان شود. این گفت که یک قلم کاغذ اگه داشته باشین. از این دگروال بود، جنرال بود، صدا کرد سر عسکر، گفت عسکر بچه می کاغذ قلم پیدا کن برای این نفر. در جیب خود پالید، طرف پالید یک پنسلک
پیدا کرد و یک توتا کاغذ، بعد این نوشت که ترک جان و ترک مال و ترک سر اولین گام در راهی مشروطیت است. او زمان برای مشروطیت مبارزه میکرد. من فکر میکنم که حالا ما وارثی عبدالرحمن لودین هستیم که میگوید ترکی. این زمان است که دو دقیقه بعد یه رد توپ بسته میکنه و میپرانه. این بجای که عذر زاری کنه، نمیدونم چاپلوسی کنه و بخشش بخواه و عفو بخواه، یک چیز نوشته میکنه که ترک جان و ترک مال و ترک سر اولین گام در راه مشروطیت است. که ما میگیم ترک جان و ترک مال و ترک سر اولین گام در راه ملت است، در راه مردم است. بنابراین این چیزا باعث شد که ما با مردم بمانیم، مردم تنها نگذاریم، رفیق نیمه راه به اصطلاح نباشیم. بشردوست، یک چیزی که توجه ما را هم جلب کرد و مطمئن هستم هموطنا هم به این نکته متوجه شدن که لباس شما نشان بیرق ملی افغانستان است و فکر میکنم خیلی دوست دارین امی بیرق و میخوایم نظر شما را در این مورد بشنو. اول اینکه بیرق بیرقی اشرف غنی و کرزی و اینوغای نبوده و نیست، بخاطر که این رنگ از سال اول استقلال افغانستان تصویب شد توسط جرگه و غازی امان الله خان در رسش بود. ای که ما با بعضی افکارش مخالف هستیم، حساب جداست و تقریبا بعد از او به جز یک دوره موقت و گذرا که حزب دموکراتیک خلق زیر سوال برد، دوباره اونها هم سر تصمیمشان برگشتن، دیگر همیشه این بیرق سیرنگ بوده در افغانستان. و دوم این کلمه توحید نوشته است، الله اکبر نوشته است، در محراب و منبر است، خوشه گندم است. یک مسئله، الان وقتی در پل سرخ شما از ما پیش بودین، ما از عقب شما بودیم، وقتی که تلاشی دید موتر من شناخت، طالب گفت استاد کن، بشردوست پایین میشه. من در ذهنم گشت که حتما پرسال میکنه که چرا این بیرق، و من منتظر ازی بودم که یک عکس‌العمل تون نشان میدهد. وقتی که پایین شدیم که من بغل کشی کرد، میگوید که اینا بشردوست آرزوی ما بود که شما رو ببینیم. بعد دیگرهایش هم جمع شدن، همه ایشان با ما تلفن گفت میخوایم که، من گفتم مال ما یک مصاحبه داریم، میگفت که نه باید باشی با ما صحبت کنی بشینیم. گفتم من یک مصاحبه دارم، شماره تلفنی منو بگیر. بعد گفت که با ما کلونا اجازه نمیدهند که شماره بگیریم، متو تلفن خود به دستم داد، گفت خودی شماره تلفن ثبت کن. یعنی این چیزشون نشون میده که حتی اینها میفهمن که این بیرق در عکس العمل با کسایی شده بود که غلامی بیرق های دیگر را به گردن داشتن و این بیرق بیرق افغانستان بوده، هیچ ربطی به کرزی و اینوغین و امثالهم ندارد. و متو یک مسئله دیگه است که ما ایره به خاطر حمایت از نظام در گردن خود ننداختیم، ایره ما به خاطری به گردن خود انداختیم که در سال 2004 اگر اشتباه نکنم، دقیق تاریخ یادم نیست، اولین مراسم تحلیف اوباما بود و شایعه شد توسط رسانه ها که چند تا شخصیت های افغانستان دعوت کردند در مراسم تحلیف. اینها وقتی منتشر شد اینقدر غرور و تکبر از خود پیدا کردن که یعنی ما در کاخ سفید در مراسم تحلیف دعوت شدیم. بعد من گفتم در کشور ما یک فرهنگ بود، یک کلتور بود که از دوستی زیاد با خارجی ها ما شرم داشتیم، ننگ داشتیم، پوت میکردیم، پنهان میکردیم. حال ما افتخار میکنیم که زیر بیرق آمریکا و روسیه و چین و فرانسه و ایران و پاکستان و هند و نمیدونم 200 کشور دیگر، گفتم اینا که بیرق کشورهای خارجی را به گردن انداختن، غلامی اونا رو میکند، بیا خودت بیرق همی کشوری غریب و مظلوم و بیچاره را به گردن بنداز. به خاطر این ما به گردن انداختیم و این جنگ بیرق به نظر من هیچ مهم نیست. ما کشور ما وقتی کاسه گدایی دستش باشد، چی بیرق سفید طالبان باشد در کنار کاسه، چی ای بیرق باشد، چی بیرق دیگر باشد، ای احترام کس نمی کنه، کس توجه نمی کنه، ارزش قائل نیست، میگه بیرق کاسی گدایی است. ما امیدوار هستیم که روز کشور خود آزاد، آباد، آرام بسازیم، یک توته تکه که باشد دنیا احترام برش قائل است، سر خود خم می کند. بنابراین جنگ بیرق، جنگ نام افغانستان که خراسان باشد، افغانستان باشد، نمیدونم آریانا باشد، این جنگ پلو خوراست. جنگ واقعی جنگی است که افغانستان آزاد باشد، آباد باشد، آرام باشد. هر نامی که بگذاری و زمان مردم از شنیدنش میترسن و احترام قائل هستن. خب بشردوست، اینجا یکی از
فکر میکنم طفلک ها چند طفل هستن که اینجا نیازمند هستن، اگر میشه اینا را کمک داشته باشیم. متاسفانه کسایی که در این وقت شب در سرک هستن معمولا در این ماه مبارک رمضان کسایی که واقعا بیش از حد نیاز دارن که جرأت نمی کنن یا اخلاقا احساس نارامی می کنن که دستی خالی خانه بروند، و اینها اطفال کشور هستن، نازنین هستن، اطفال بعضی کلانهای کشور در چی ناز و نعمت همین لحظه همین وقت در خانه هایشان شاید با کشمش و بادام و چای و از هر چیز اینها در این حالت در سرک هستن، و متاسفانه تنها اینا نیست، به هزاران اطفال کشور و دیگران در حالت است که یک برگ سبز تو فیده رویش کمکشان کنیم. خوب است. باشیم یکی تون بین سلام. خوب استین بین این طرف تر بین اینجا اینجا استاد شوین. خوب استین؟ شکر الحمدلله. بخیر استین؟ چی میکنین اینجا؟ کراچیونی میکنم، اینجا منتظر استیم که یکان چیز بگیر کنه نگه. خانه کجا است؟ خانه دمر خان است. ناناور خانه شما هستین؟ ما هم 3 نفر ناناور خانه هستیم. خب پدر جان؟ پدر جان و مایی بس. امروز چیز کار کردین نکردین؟ امروز 50 رو پذیاف کار نکردین. این بشردوست صاحب دیگه آمدن گفتن که همکاری کنن. بشردوست صاحب از شما میشنویم. هستن بزرگوار هستن، همونطور که من گفتم بچه کشور است، عزیزی کشور است، ای باید در این وقت شب در خانه باشد، باید آمادگی مکتب فردا را بگیرد، یعنی کارخانگی خود انجام بدهد با فکری آرام. اما این در فکر یک لقمه نان است. بچه های کلانای کشور، بچه های نخبگان کشور، از تاجرش گرفته تا سیاسیونش، تا اقتصاددانانش، تا روشنفکرانش، تا رهبرای که در دولت هستن یا بیرون از دولت هستن که در دولت بودن، همین لحظه بچه هایشان در خانه های لوکس آرام زندگی میکنن با هزار ناز و نعمت. افغانستان زمانی ساخته می شود که نفرای اول کشور احساس کنه که هم بچهش است، و عین برخوردی که با بچه خونی خود میکند بایی هم کند. اگر امروز همین لحظه بچه یکی از کلانهای کشور مریض شود، زمین باسمان میزند تا برایش چیزی پیدا کند، یا اگر گرسنه شب باشد، اما وقتی ایره با از لانکروزر شیشه‌های خود میبینه و حتی نگام نمیکنه، هیچ احساس در برابرش نداره، و این دلیل است که کشور ساخته نمیشه. متاسفانه این برادرای ترسی دوتا خواست 3000 افغانی برگ سبز تحفه درویش کمک میکنم برایشان، افتخار ما هستن، از پیسه مردم است، از پیسه من نیست. 1000، 2000، 3000 از افغان هاست، افغان ها رو دعا کنین. من خوب فعلا ماش نداریم، درآمد نداریم، اگر بعضی وقتا که زیاد فشار میارن اینا چون در سرک بازار میشناسن، در سالا کمک کردیم. بعضی وقتا میگم چند پیدا کردیم، میگه 100. میگم آلی خوب من ماش ندارم، درآمد ندارم، سالا من به شما دادم، آلی وقتی است که به ما بدین. خدا شاید است که بعدش میگه بشردوست 100 افغانی کار کردیم، 50-100 خیلی سریتی مشکلی نیستن. افتخار ماست. مردمایی که امی طبقه که هستن رو به واقعیت که کل در مجموع کل افغان ها دمی 80% بیشتر از اون مردم متاسفانه در شرایط خوب نیستن. امی دل کلان دارن. کاملا هر قدر انسان پولدار باشه شود خسیس می شود، هر قدر انسان که پولش زیاد شود، درآمد زیاد شود، حتی بعض وقت به برادری اصیل خودم روان ندارد. بعض وقت میبینی که یک برادر بسیار ثروتمند است، اما خواهرش در ولایت بسیار بد زندگی میکنه، در چند کوچه دورتر، یا برادر دیگهش یا مثلا پدرش. اما سخاوت جز انسانیت است، و انسان باید قلب بزرگ پاک داشته باشد. باید حداقل اگر کمک به اینا نمیتونن، حداقل با نگاه خشمالود خود، با الفاظ رکیک، نباید بازار بایسی توهین و تحقیر شوند. خب دوستا شما بیننده برنامه باشین، صحبت های بشردوست واقعا خیلی هم تو دلچسب و واقعی است که سر دل انسان اثر میکنه، سر خود انسان اثر میکنه. خب بیشتر بریم و ببینیم دوستای دیگر هم شما بیننده برنامه شبای کابل باشین.
دو تا خوار نازنین، خوار هر کدام ماست، ده هر یو خونده، اته بجه، اته نیم بجه ده شپه ده، ده روژه مبارک میاشتم ده، دوی پسرک که ده، هشت و نیم شب است، اینا در سرک هستن، یعنی دخترای چیستن، اطفال نازنین است، نباید در این وقت شب اینا در سرک باشن، در خانه باشن، ما به خاطر مجبوریت، به خاطر که چیزی ندارن، به هر کدامشان 3000 کمک میکنم، 1000، 2000، 3000 برگ سب توفه ای درویش در ادامه کمک ها 1000، 2000، 3000 برگ سب توفه ای درویش در ازر افغانی. تشکر. تشکر بشردوست. خانه تان کجاست بچه؟ پشت باغ از کاکا جان. کجا؟ پشت باغ از کاکا جان. خیلی ببینه خدا عمرت زیاد کنه کاکا. افغانا رو دعا کنین. خدا عمرت نه. خدا ارمان داره برتان پورا کنه خدا. افغانم زیاد برشان بده. خدا دیگه هم برشان بده. خیلی ببینه کاکا. خدا. چند بجه میرین خانه بچه؟ این ولی خانه خانه خیلی ببینی داد بکنم پیسه که کار کنم خدا میگم ارمان داری کاکا برد پورا کنم کاکا خیر ببینی کاکا به خاطر ایت کلام نگرفته بودم خدا عمرتانه کاکا جان زیاد کنه به خاطر ایت کلا بگیرم خیر ببینی کاکا جان خدا عمرت زیاد کنه الله فقط الله جان عزیز ته خدا افغان رو دعا کنه افغان افغان عمرت جان زیاد شه وقت کاکا جان خیر ببینی الله سوی من تو دورون نجیبم بشوها گوش نخوام به خدا ای یگم وطن ما از هر دوری که هست معلول است پایش قطع است افتخار ماست این بچه تا است بچه ما 12 خود خوندیم فعلا موچیگری میکنم دستم در گدا مینه دراز شده افتخار ماست و دیگر من به یک دستم که کلانای کشور نباید فرق قائل شود بر اساس قوم مذهب زبان تنظیم دوره این نفر فلان حکومت بوده این نفر فلان حکومت کل نام بچه و دختر این کشور هستند از این خاک هستند و ما اگر یک افغان احساس ناراحتی کنه رهبرش باید احساس ناراحتی کنه کلانش باید احساس ناراحتی کنه من 3000 برایش کمک میکنم برگ سبز توفه درویش است افتخار ماست این بزرگواری ما خداوند کرده وکیل صاحب الله پاک داخرت دم روید برای دنیا خطیر است بزرگواری شماست آدم خوب است که در شرایط گشته میتونی وکیل لطف شماست جوان است که تخم میفروشد برگ سبز توفه درویش یم 2000 یم 3000 پیسه افغان هاست افغان ها رو دعا کنید معمولا ای ریا نیست چون پیسه من نیست ای ریا برای او افغانم نیست بخاطر که او افغانم نه نامش گرفته میشه نه چیز گرفته میشه ایم بوت پالیش میدهد ایم 3000 برگ سب توفه ای در میشه بزرگوار است از همراهی همه هموطن ها عزیز تشکر جناب بشردوست بازم پاس فراوان بخیر باشین خدای پاک اثر این ملت کمتان نکنن متروان شما جور بخیر ساعت ما فامیل خوب است بخیر است جور ساعت ما خیر و خیرات این نام خدا یک بار خدا نگهدارتان هموطن های عزیز بشردوست های با تا لحظات خیلی تا لحظات آخر برنامه شما دیدین که چقدر هموطن ها اینا میخواستن که همراه اینا صحبت کنن و کمک شما با اینا شما از همراهی شما سپاس فراوان تا برنامه آینده ما هم یک کمک چی شدیم نمیتونم صحبت کرده خدا نگهدارتان فردای بهتر از امروز برتان آرزو میکنیم